برام خدا سلام بر شما به برنامه نگرش خوش آمدید. امریکا موقفش را در قبال افغانستان و پاکستان مشخص نموده و از میان این دو کشور باید یکی را انتخاب کند. حکومت باید خطوط اساسی سیاست خارجی را روشن نماید و رئیس جمهور قانون شکنی نموده است. این موضوعات را امروز اعضای مجلس نمایندگان در مجلس بیان کرده است. پیرامون همین موضوعات بحث داریم در برنامه نگرش. من مصطفی فیضی هستم و مهمانان من در استودیو آقای عبدالقادر زازای وطن دوست عضو مجلس نمایندگان، آقای غلام فاروق مجرو عضو مجلس نمایندگان و قرار است تا لحظات بعد آقای غلام عباس ابراهیم زاده عضو مجلس نمایندگان نیز در بحث با ما اشتراک کنند. مهمانان گرامی سلام، به برنامه خوش آمدید. آقای وطن دوست، میخوایم بحث با شما آغاز کنیم. فکر میکنید که ایالات متحده آمریکا از این دو مشخصه یکیش انتخاب کنه، افغانستان یا پاکستان، یا این به مانند زمی 14 سال امین گونه دمه خواهد؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه سلام های گرم خود خدمت بینندگان عزیز تلویزیون آریانا و آریانا نیوز و همچنان بر شما دوباره تقدیم میکنم. نه خیر، متاسفانه بگویم امریکایی ها و یا سیاست های یا استراتژی های خارجی امریکایی ها در قبال کشورهای منطقه خصوصا در قبال پاکستان و افغانستان ای فکر نمیکنم که تغییراتی را وارد بکنه یا کرده باشه که دو حداقل ما موافق باشه. هیچ وقت ما هر وقتی گپ زدیم هیچگاه امریکایی ها بر سر پاکستان یا بر سر افغانستان پاکستان خفه نمی سازه، با خاطر از اینکه پاکستان قبل از اینکه ما دوست استراتژیک امریکایی ها شویم و یا دوستای استراتژیک بریتانیا شویم، قبل از ما پاکستانی ها این کار کرده. اگر یک چیز دیگر باید در نظر داشته باشیم که ما با ایالات متحده امریکا پیمان استراتژیک داریم و حکومت جدید بالاخره پیمان نظامی را با ایشان عقد کرد، این فکر نمی کنید که افغانستان برتری بتن نسبت به پاکستان؟ حالا نه خیر، این پیمان استراتژیک و پیمان امنیتی را که ما با امریکایی ها داریم او واضح است، مردم افغانستان می فهمه و ما می فهمیم که چی وعده ها را وا کرده و چی وعده ها را ما کرده. این یک پیمان علنی است که توسط لوی جرگه افغانستان و شورای ملی افغانستان و بالاخره رئیس جمهور توشیه شده. مگر استراتژی ها و پیمان های در پشت پرده که با پاکستانی ها دارن امریکایی ها و خصوصا باز بریتانیا که ما در زبان عادی برش انگریز میگیم، انگریزا داره، و فکر میکنم که قوی تر و در پالویش با اعتمادتر است در بین پاکستان و امریکا و همی انگریزا. من فکر نمی کنم، باز میگم که امریکایی ها و یا خصوصا بریتانیایی ها اینا از خاطر افغانستان پاکستانی ها را خفه بسازه، به خاطر از اینکه ما تجربه شده داریم نسبت به افغانستان داره، حالا که نمیخوان پاکستانی ها خفه شود. خب یکی، خب تا حالا اگر ببینین قوانین اساسی کشور پاکستان تقریبا ما عالم برش میگیم که تاسو قوانین انگریزی قوانین دی اونا، یعنی تقریبا بسیاری مسائلشان کت از اونا شریک هسته. و دوم سیاسون پاکستان و مردم پاکستان، مردمی که پنجاب و سند یار هم میگیم، اینا یعنی امریکایی ها و انگریزا ایره تشخیص کردن که اونا وفادارتر هستن در غلامی مثل افغانا واره نیستن، که ما مثلا اگر یک پنج روز خدا نخواسته غلامی یک کس را کس قبول کرده باشم، اگر روز ششم پس سنمو استاد شده باز در مقابلش جنگیده. پس به او خاطر اعتماد سازی نیست. من میره میگم امریکایی ها تا حال هم سر مردم افغانستان و سر سیاسون افغانستان اعتماد نداره، نه انگریزا داره، بریتانیا داره و نه امریکایی ها دارن، به خاطر که تاریخ های ما و شما ای را ثابت کرده که ما اصلا در فکر ما و در وجود ما، در خون ما، در رگ ما
قبول کردن غلامی امریکایی ها و بریتانیایی ها و یا هر کشور دیگه نیست. هر چقدر که اونا اگر کوشش کردند این 14 سال و یا میکنن، بله بعض یک تعداد سیاسونه که میخواین خود به قدرت برسانن و حالا هم در قدرت هستن و را شاید غلام خود ساخته باشه، مگر ما افتخار میکنم سر ازی که مردم افغانستان هیچ وقت سر غلامی ازی دو مملکت یا مردم نمیکنه و یا همینطور از دیگرارم. با اون خاطر اعتماد نیست در پی ازی است که باید مردم افغانستان غلام خود بسازه. ببینین اونا خو که در منطقه آمدن و میخواین که در افغانستان پایگاه داشته باشه و یا تاسیسات داشته باشه، برنامه که سر ما متاسفانه می پیمان تیر کردن، او خو به مقصد نیستن، به مطلب نیستن و کسانی که به این کار دست زدن و پیش شدن و پیش آمد میکردن و میخواستن زود خلاص شوه و یه پیمان امنیتی زود قرارداد شوه، اینی کسایی بودن که ما پیشتر اشاره کردم که شاید بعضی سیاسون ما و یا یک تعداد افراد اشخاصی باشه که به خاطر به قدرت رسیدن خودش غلامی رو به یک چند وقت غلامی از اونا را قبول کنه. مگرم امریکایی ها و یا کشورهای دیگه که در افغانستان اینجا بر ما کمک کرده و یا میکنه، این خوبه مقصد نیست. این خوب طبعاً یا میخوان که چیزی را که وا میگن ما باید بقبولانیم، همیست که حال ما مردم افغانستان او را قبول نمیکنیم. شما میبینید حالات امروزی امنیت افغانستانه با خاطر زمیست که مردم افغان و مردم افغانستان غلامی را قبول نداره و یا حال فهمیدن که اگر ما هر کاری میخوایم که در منطقه بکنم باید با زور بکنم در افغانستان، با خاطر که برزا نمیتونن، برزا کل ما را غلام ساخته نمیتونن. اگر چند نفر را غلام میسازه اورم شاید چند روز بعد مردم افغانستان استاد چه وارم نمانند که غلامی بکنن دیگه. با او خاطر من این فکر میکنم مقایسه بین پاکستان بس سر زمین پاکستان افغانستان بله. سیاسون پاکستان بسیار غلام خوب شده میتونه مثل که اصاله نظامی های پاکستان سیاسون افغانستان خب ما میایم سر زمین نظامی های پاکستان غلامی بهتر کرده میتونه از نظامی های ما کرده و هاز القیاس امو مردمشان که در نمو سمت هستن و نمو قوانین سر خود تعالی قبول کردن قوانین انگریزا را، اونا خوب غلامی کرده میتونن. یک موضوع. موضوع دو موضوع اعتماد سازی است. حالا مشخصا بالای سیاسیون افغانستان به آیا سیاسیون افغانستان غلامی ایالات متحده امریکا و بریتانیا را کرده نمیتونن؟ همگیش نمیتونن. یک تعدادش که کردن اونا مقابلت خوب ندارن. مردم افغانستان وارا میشناسه و انشالله که بسیار انقریب و شاید در وقتهای آینده اگر ما شما زنده بودیم و ما هر کس مان که زنده بانیم شاید اون مردم برای و علنی مردم محاکمه کنه اونا را. ما یک تعداد سیاسونی که داریم، ما پیشتر گفتم که قدرت طلب هستن و سالهاست که در افغانستان می جنگن و مردم عام افغانستان شهید ساختن و زخمی ساختن به خاطر از اینکه خود به قدرت برسانند. اون تعداد اشخاص یا کم هستن یا زیاد در افغانستان بلی. و در کل در جغرافیه بنام افغانستان؟ نه در افغانستان یک تعداد کم هستن. من یک گپ وزیر خارجه تازه جرمنی را می خواهم بکنم. بلی. او میگه که امی مسائل مهاجر بود که افغانا میرفته اونجا و مسائل کمک ها بود، او میگه که ما نمیتونیم دیگه شما را برداشت بکنیم، ما نمیتونیم 30 میلیون افغان تحمل بکنیم. شما میگه 30 میلیون هستین، در 30 میلیون 1 میلیون تان بسیج شوین، همی 100 خائن یا 200 خائنی که در افغانستان دارین چند هزار طالب که است یا از بین ببرین و وطن گل و گلزار میشه و ان شاء الله مو تو وقت خود آمد بین می قضیه خود رسیدیم بالاخره همی چند سیاسونی که هستن و یا چند طالب که هستن مجبور هستیم که ما مردم افغانستان بالاخره علیش استاد شه. تشکر آقای مجروب. واقعا امریکا و بریتانیا حالا مشخصا بالای ایالات متحده امریکا به همچون ما پیمان استراتژیک و پیمان نظامی داریم، میخواهد که مردم افغانستان، سیاسیون افغانستان، نظامیان افغانستان غلامش باشه؟ به نام خداوند بزرگ بعد سلام خدمت شما و همکاران و محترمتان، بینندگان عزیز و همچنان همکار نهایت گرامی جناب وطن دوست، من فکر میکنم در جهان کنونی بحث غلام و مزدور و بادار حالا کدام معنای خاص نداره. بس رابطه هاست، رابطه های قوی تر و رابطه های کمرنگ تر. آنچه که مربوط به افغانستان و سیاسیون افغانستان میشه باورم ایست که بعضی از اینها همواره کوشش کردن که رابطه بسیار قوی تر و مستحکم تر داشته باشند با توجه به سالهایی که در او مناطق زندگی کردن و مشخصا چه نوع رابطه؟ رابطه شخصی؟
نه رابطه از روابط شخصی به روابط های رسمی استفاده بکنم. به طور مثال یک کس تبعی کشور انگلیس داشته در اونجا مدت ها زندگی کرده، یک شخص روابط های شخصی را پیدا کرده، حال در یک از مقامات بلندپایه حکومتی در افغانستان هست، میخواهد اون رابطه یک رابطه رسمی دولتان برای یک رابطه بهتر داشته باشه. اینا بعض رابطه هاست، اما اصلا به جهان دیگه او مثلا استعمار و گپایی که گذاشته بود اونا هم رنگ خود باخته. حالا بیشتر بعض رابطه هاست، بعض جهانی شدن هست، بعض حدیث که ای خوی عصر اتم، عصر تکنولوژی هست. جهان در واقع حالا به یک دهکده کوچک تبدیل شده، ولی بعض های گذاشته منتفی است. ولی خب اگر کسی در بین سیاسیون افغانستان به او مرحله از ذلت و خوری برسه که او خواسته باشه من حیث یک غلام خدمتگزار خدمت بکنه، همو فرمودی جناب آقای زیزی همکار عزیز ما سرنوشت از سرنوشت همو غلام های حلقه به گوش است که در تاریخ افغانستان هم چندی بار تکرار شده. حالا مشخصا بالای بحث یا آجندای امروز مجلس بیاییم، تعداد از اعضای مجلس نمایندگان از ایالات متحده آمریکا خواستند که میان افغانستان و پاکستان یکی را باید انتخاب کند. فکر میکنید که ایالات متحده آمریکا کدام یک انتخاب خواهد کرد؟ این بحث مشخص هست و نیازی نیست که ما سر آمریکا فشار بیاریم تا بالاخره او خودش بگه پاکستان. اما لااقل تا حال که نگفتم پاکستان یا کوشش کرده که به نوعی رابطه خود با افغانستان هم نگه بداره و پاکستان را هم به عنوان متحد استراتژیک سابقه دار خود با خود داشته باشه، من فکر میکنم باید مردم افغانستان این متوجه شده باشن. ما ببینین با وجود آورنده پاکستان کیست؟ انگلیس. انگلیس کیست؟ باهوی توانمند و مشاور دست راست آمریکا. انگلیس عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد. انگلیس کشور یک از کشورهای قدرتمند فعلی جهان و از ابتدای یا از بعد و تاسیس کشور به نام پاکستان، سیاست پاکستان در گره انگلیس بوده، به خصوص سیاست خارجی پاکستان. همیشه اونا بودن که پاکستانی ها رو به این حد رساندن. حالا میتونیم از حرفایتون این گونه نتیجه بگیریم که در کل غربی ها میخوان که در افغانستان چنین وضعیت باید باشد با توجه به عملکرد پاکستان نسبت به افغانستان؟ اگر اجازه بفرمایید من میام سر از این. انگلیس ها پاکستان مستقیما حمایت میکنن، امریکایی ها هم به خاطر پاکستان. پاکستان چند دهه قبل امریکا چند دهه قبل اینها ریاکتورهای هسته‌ای پاکستان ساختند. پاکستان به عنوان یک کشور هسته‌ای در منطقه اونها بودند که شناختندن. امروز پاکستان به عنوان یک کشور قدرتمند، یک کشور بازوبات، یک کشور که به مراتب نمیتونیم ما او رو با افغانستان مقایسه بکنیم. از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ روابط جهانی، از لحاظ قدرت هسته‌ای که در سطح منطقه داره، بنان از لحاظ رابطه ای که ما با آمریکایی‌ها یا غربی‌ها داریم و اونا با غربی‌ها دارن. اونا از اولین در روز تولد خود با غربی‌ها متحد استراتژیک بودن. ما بلدی که سالها افغانستان در آتش جنگ سوخت و غربی‌ها وارد افغانستان شدن به بهانه مبارزه با تروریسم، با افغانستان باب دوستی و امضای پیمان‌ها و موافقت‌نامه‌های استراتژیک در میان گذاشتن. بنان از هر جهت در هر زاویه که ما فکر بکنیم پاکستانی ها برای از اینا به مراتب از ما اهمیت بیشتر دارن. تا 14 سال گذشته هم اونها از عینک پاکستان به جانب افغانستان نگاه کردن. ما با بارها جسد های پاکستانی ها، تذکره های پاکستانی ها، اسیر های پاکستانی ها، مراکز تمویل، تجهیز و تسلیح مخالفین حکومت افغانستان در او طرف مرز برای آمریکایی ها و انگلیسی ها نشون دادیم، ولی اونو ندیدن. چرا ندیدن؟ به خاطر اینکه اونها برای ما از اهمیت خاص نسبت به ما از اهمیت خاص برای آمریکایی‌ها برخوردار بودند. حالا هم من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا از اینکه ما فشار بدن که شما بین ما یک انتخاب کنین که بالاخره مجبور شه و که بله ما انتخاب میکنیم پاکستان، او کارو نکنین. ما بگذاریم که هر رابطه با پاکستان داره ولی ما رابطه خود با جهان
چی گونه مداون بسازیم، چی گونه گرم بسازیم که جهان از ما حمایت بکنه. یقینا که خطوط اساسی سیاست کشور که به عنوان اولین وظیفه رئیس جمهور از وظایف 21 گانه رئیس جمهور به او تفویض میشه، این همی تعیین خطوط اساسی سیاست کشور است. بخاطر اینکه در روشنی از این حکومت ها بتونن یا دولت ها میتونن کار بکنن. حکومت افغانستان اگر واقعا میخواد که رابطه گرم بکنه، ما باید فشار بیاریم که خطوط اساسی سیاست کشور هرچی زودتر تدوین شود. تصوری که مشاور امنیت ملی افغانستان جناب اتمر صاحب هم در پارلمان افغانستان چند ماه قبل گفت که ما او را تقریبا به نهایی شدن رساندیم، او را پارلمان بفرسته، پارلمان تصویب بکنه تا در روشنه از سیاست خارجی خود دولت افغانستان به پیش ببره. نهایی از این سالا وقفه داریم، پس از وقفه این برنامه همچنان ادامه داریم. بعد از برنامه نگرش خوش آمدید. آقای ابراهیم‌زاده شما رو به برنامه خوش آمدید میگیم. آقای ابراهیم‌زاده، چرا دولت افغانستان در این 14 سال نتونست که دوست خوب و بالاخره دوست استراتژیک ایالات متحده آمریکا در منطقه به عوض پاکستان شود؟ با توجه به این مسئله که ایالات متحده آمریکا و جهانیان آمدن بر افغانستان، اینجا ساکرشان بودن، بالاخره ما پیمان نظامی و پیمان استراتژیک با ایالات متحده آمریکا و بعضی از کشورهای دیگر موقت کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همکارای عزیز و خدمت مردم افغانستان. البته حکومت افغانستان در 13 سالی که در افغانستان ایجاد شد و حکومت امریکا امیدواری های زیادی داشتند که افغانستان یک شریکی بهتر از پاکستان برای ما باشه، اما متاسفانه رئیس جمهور افغانستان کارهایی که در افغانستان انجام دادن جناب آمیری کرزی، کارهایی که بودن که یک روز با امریکا یک مناسبات بسیار خوب و دوستانه داشتک و از طرف دیگر روز دیگرش علیه امریکا تخریب میکردن و کوشش میکردن که با کشورهای دیگر دوست خوب و نزدیک باشن. به او خاطر امریکا اعتماد بالای حکومت افغانستان نتانستند و انتخاب کردند حکومت پاکستان را که او شریک دائمیش بودند و همیشه همکار بودند. یعنی حالا شما اشاره میکنید که مشکل در حکومت مردان کنونی و قبلی دولت افغانستان بوده که از این فرصت نتانسته استفاده مؤثر کنه. البته چی فعلا و چی 13 سالی که گذشت ضعف حکومت افغانستان بوده که نه ما از پیمان امنیتی که در افغانستان امضا شد اجالتا که بسیار عاجلانه و مردم افغانستان امیدوار ساخت، نه پیمان امنیتی را به درست انجام تانستیم، نه یک دوست خوبی بر کشور امریکا بودیم و نتانستیم که حکومت امریکا را جلب توجهش قرار بگیریم و یک دوست همیشگی بر امریکا باشیم. و پاکستان یک کشور اتمی هست و همیش در حق اولیت در پیش امریکا داره و پیمان خوبی داره برای امریکا. پس میتونه بگیم که اون مجبوریت های که ایالات متحده امریکا در منطقه داره حالا باعث ازی شده که یکی از دلایل اون شده که دوستی خود با پاکستان همچنان ادامه بده؟ البته اینا تفاهم هایی دارند پاکستان با امریکا و همیشه کمک هایی که در اختیار پاکستان قرار داده، کمک های بسیار زیادی در اختیار پاکستان قرار دادن و تنها امتیاز پاکستان هم افغانستان هستند که اونا تمام جنگ های افغانستان، توریست هایی که از داخل پاکستان وارد افغانستان میشن و اهداف امریکا را که میخواهند در افغانستان پیاده کنند و بعدا در کشورهای دیگه، اونا تنها کسایی هستند که پاکستان هستند. مگر پاکستان خودش مرکز دشت افغانیست وزیرستان شمالی که امروز تمامی مواد مخدر در اونجا آزادانه به فروش میرسه و انتحاری ها در اونجا تربیه میشه و کسایی که تروریست هستن اینا در شمالی وزیرستان شمالی هستن، اینا پاکستان امریکا اگر بخواین و فشار وارد کنن بالای پاکستان میتونن که افغانستان رو به یک لحظه آرام بسازن و میتونن که پس میتونیم بگویم که غربی ها و متحدان دولت افغانستان حالا با دولت افغانستان صادقانه بازی نمیکنن.
البته ما پیمانی که امضا کردیم برای بار اول بر امریکا از روی مجبوری افغانستان بودند که برای بار اول پیمان حکومت وحدت ملی که در قدم اول جناب امیر کرزی اجرا نکرده امضا نکردند، بعد از او حکومت وحدت ملی عاجلانه بدون غور این پیمان امضا کردند. تفاهم پیمان، موضوع پیمان ای بودند که افغانستان دارای یک ثبات باشند، ثبات افغانستان را تضمین کنند و اقتصاد افغانستان را تضمین کنند و نیروهای افغانستان چی تجهیزات زمینی و هوایی اینا را در اختیارش قرار بدن و دهشت افغان و مرکز تروریسم از افغانستان را شکن بسازند. از پیمان 1% به نفع مردم افغانستان استفاده نشد و دولت حکومت وحدت ملی هم استفاده نتانستند، ضعف وجود داشتند. ما به عوضش به امریکا نو پایگاه دائمی تا از 2015 تا 2025 در اختیار امریکا قرار دادیم و مجرمین امریکا که جنایت میکنند در افغانستان باید در امریکا محاکمه شوند نه در افغانستان. و این امتیازها را ما برای ایالات متحده امریکا حالا با امضای اون پیمان نظامی و پیمان استراتژیک برای ایالات متحده امریکا تفویض کردیم. ما امتیازات برای اونا دادیم، اونا روزانه از میدانهای هوایی ما هزاران پرواز میکنن، اونا استفاده خوبی کرده رایستن، مگر حکومت افغانستان استفاده نتانستن از پیمان. تشکر. آقای زازه چند نظر پیش آقای مشروع مشاره کرد که حالا بحث مزدور و غلامی نیست، حالا بحث روابط است. ایالات متحده امریکا روابط نزدیک با پاکستان داره، در مقابل روابط آنچنان نزدیک با دولت افغانستان نداره. میپذیریم؟ خب ما ایره میگم که راستی هم در مسائل روابط دیپلماتیک دو کشور و یا روابط دوستانه دو کشور اگر بین دو کشور و مردم دو کشور باشه، او راستیم از بحث غلامی دور است. یعنی حالا بحث پاکستان مگر غلامی را ما سیاسون نظامیا و بعضی افرادی که در طرفدارشان هستند اونا را گفتم که در پاکستان و یا نظامی های پاکستان و یا سیاسون پاکستان غلامی بهتر کرده میتونه نسبت به خدا نخواسته سیاسون مایی که اگر غلامی این موضوع میکنه. موضوع غلامی است یا اون موضوع منافع بیشتر ایالات متحده امریکا در پاکستان؟ خب که یک کشوری که بسیار از راه دور میاید که در غرب است و میاید در منطقه که در پاکستان است که بسیار از اینجا هیچ چیز ونا کرده نمیتونند در اونجا، میاید در اونجا داخل میشه و با او با بیلیون ها و با میلیارد ها دلار کمک میکنه و یا امرایشان قبول میکنه، هر چیزی که وا میگن یا امرایشان قبول میکنه. خود طبعا بحث غلامی باز در میان می بحث روابط خو بحث روابط دیپلماتیک یا روابط دوستانه ایره میگه که ما که امرای تو غرض نگیریم، تو امرای ما غرض نمیگیری و در بین بعضی مسائل که می امرای یکدیگر همکار باشیم. حالا در روابط افغانستان با ایالات متحده امریکا چگونه است؟ خب روابط فعلی امریکا روابط دیپلماتیک است یا روابط غلامی بالاخره؟ نه، در اینجا سه روابط است امرای امریکایی ها. یکی که روابط دیپلماتیک او خو علیحدہ سر ما گفتم کل کشورها می داشته باشه و دوم روابط همکاری ها است که چگونه همکاری و با کی ها؟ همکاری هایی را که در قرارداد استراتژیک و یا قرارداد امنیتی با هم امضا کردن. این جزء از اون روابط دیپلماتیک نیست؟ نخیر، این روابط دیپلماتیک شاید جزش یک کمتر بخشای بعضی ماده هایش بیاید، مگر دیگرایش نمی آید. اونا روابط همکاری که اونا میان در اینجا نو پایگاه یا هفت پایگاهی که بر شما دائمی نمیگم چون دائمی باز قراردادش 50 ساله و انترا می باشه، همین چند ساله که اینا فعلا همراهشان امضا کرده که اینجا میای تقاضای پایگاه را میکنه و یا تقاضای به نام تاسیسات را میکنه و در اینجا میخواه که باشن. بازی روابط دیپلماتیک نیست. روابط دیپلماتیک خب ما سفیر ما در اونجا، سفیر از در اینجا، یک روابط دوستانه می داشته باشیم. این روابط همکاری است، بلکه همکاری امنیتی میگن یا منطقوی میگن، هر چیزی که میگن برش. اینی ای دوم رابطش است. رابطه سیومی که بحث غلامی را ما گفتم یک تعداد سیاسون متاسفانه و یا افراد اشخاصی هستند در هم در دولت شاید باشه و هم در بیرون از دولت در خارج از دولت باشه که اونا میخواین
که زمانی که میخوان به قدرت برسن اونا حتی غلامی را قبول کردن و میکنن. اگر بایادتان باشه یک وقتی که در حکومت اول محترم حامد کرزی در اونجا والی ها که انتخاب میشد به ولایت ها، شما باور میکنین که امرای سفیر امریکایی مشوره میشد و تا که سفیر امریکا پاس نمیکرد؟ پس میتونه بگیم در اون زمان ایالات متحده حکومت جدید افغانستان به نوع از آنها حمایت کرد، ایجاد کرد، این جز از اون مسائل نبود که هنوز افغانستان در اون زمان تجربه آنچنانی نداشت؟ ببینین نیاز داشت که بالاخره ایالات متحده آمریکا کمک کنه؟ نه، اصلا ما نیاز نداشتیم، فقط نیاز اونمو کسایی که میخواست به قدرت برسن اونا صدا زدن که بیا او جانکیری بیا که اینجا مرا نمیمانه، با پادشاهی نمیمانه. ما شما خو دیدیم که کی صدا زد، جانکیری را کی خواست در افغانستان، کتی اوباما کی گپ میزد در تلفن و به خاطر چی گپ میزد؟ به خاطر ازی که به قدرت نرسیده بود. یکی اعلان شده بود که کامیاب، دیگه اعلان شده بود که ناکام، با زردوی زود جنجال شد، بالاخره امریکا را پایش کشاند. در یک سال اخیر است، قبل از و قبل از او هم اونا که آمده بودن از سال 2002 تا حال را که هستن، اونا خوب مقاصد داشتن، مقاصدشان این بود که برای ما، یعنی برای ما ایره میگفت که ما تروریسم مهار میکنیم، از بین میبریم، القاعده را از بین میبریم و یک افغانستان باثبات با شما جور میکنیم، نظام سازی میکنیم. اونا متاسفانه در نظام سعی است که امرای ما همکاری کردن، ما یک نظام حال داریم، یک نظام حال داریم که پارلمان داره، قوه قضایه داره و یا قوه اجرایه داره. مگرم مهار کردن تروریسم به جایش مانده، مهار کردن القاعده به جایش مانده، بلکه در پالویش آل به نام داعش یک گروه دیگر هم برای ما اینجا رونق داده. به او خاطر است که ما میگیم که روابط فعلی ما که هست با امریکایی ها یک خو روابط دیپلماتیک در پالویش میمانیم، روابط همکاری که ما هم روش قبول کرده بودیم، به خاطر ازی قبول نکرده بودیم که تو روز به روز امنیت ما رو دیگه هم خراب بکنی. اگر یادتان باشه و دمی روزا میبینین همین موضوع بسیار گرم است، موضوع قرارداد امنیتی با امریکایی ها. در کمیسیون ما هم، در کمیسیون روابط بین المللی، روز سه شنبه وزیر خارجه را خواستیم، روز یک شنبه جناب اطمار صاحب خواستیم، بالاخره پرسان کردیم که یک سال نتیجه چی بود و کمیسیونی که باید ایره یعنی ارزیابیش هم میکرد و یا تعقیبش هم میکرد و کمیسیون تا حال ساخته نشده. این موضوعات است کل سرش بس میشه. آقای مجروح، میپذیرین که ما سه نوع روابط با ایالات متحده آمریکا داریم؟ دیپلماتیک، همکاری، بالاخره همکاری امنیتی که اسمش آقای زازه گذاشتن و یک نوع دیگه روابط غلامی با یک تعداد از شخصیت ها و بالاخره افغان ها. او رابطه غلامی هم اگر وجود داشته باشه با یک تعداد شخصیت ها و نمیتونیم ما رابطه رسمی بنامیم. در رابطه رسمی ما طبیعتا رابطه دیپلماتیک هم داریم و رابطه امنیتی هم داریم. بدین معنی که پیمان استراتژیک داریم، موافقتنامه امنیتی داریم، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از جانب ایالات متحده آمریکا تجهیز و تمویل میشه، معاش برایشان پرداخت میشه، سالانه 4.1 میلیارد دلار تخصیص به اینجا نمیاد. میشه که اینمی دو رابطه بسیار قوی، یک دیپلماتیک، دو امنیتی داریم. اما رابطه ما آنقدر قوی نیست که ما بتوانیم برابری بکنیم با پاکستان. دلیلش ایست که ضمن از اینکه دلایل دیگه من قبلا خدمت شما عرض کردم، فرض برای بگیریم که چین، هند، روسیه، اینا سه کشور قدرتمند نظامی و اقتصادی جهان هستند و این سه کشور هم با هم از جمله متحدین بسیار استراتژیک هستند. البته در آسیا. بله، در آسیا، حتی میشه بگیم در خب بخش از جهان، نیمی از جهان. خب درست است که آسیا یکی از بحر اعظم های پنجگانه جهان است، ولی بزرگترین هست، بزرگترین نفوسی در اینجا متمرکز هست، بخصوص در کشورهایی که ما نام بردم. دو میلیارد انسان تنها در روسیه، در هند و چین زندگی میکنه. اگر روزی مناسبات غرب و شرق خراب بشه، که فعلا هم در حال خراب شدن هست، کشوری که از منافع غرب در منطقه حمایت بکنه و بتونه استراتژی بکنه کجاست؟ طبیعتا پاکستان است که در سرمایه گذاری شده. اینها پاکستان به خاطر
امو تامین منافع و مقاصدی که در منطقه دارن انتخاب کردن. از حال نه پس چه نیاز بود که آمدن به افغانستان حکومت ایجاد کردن؟ بالاخره حالا در افغانستان نو پایگاه دارن. نیاز هرگاه دوست استراتژیک در منطقه داشتن که پاکستان بود، چه نیاز که در افغانستان بیش از 100 میلیون دلار افغانستان از لحاظ مصرف رسانن؟ از لحاظ جیوپولیتیک و هم از لحاظ جیوستراتژیک یک موقعیت فوق العاده مهم در سطح منطقه دارد. بله. افغانستان کشوری است که میتونه و هم با کشورهای آسیای میانه، کشورهای آسیای جنوبی، کشورهای حوزه خلیج و خیلی از کشورها را از افغانستان تهدید بکنه. در واقع ساحه جغرافیای منافع خود در غرب در منطقه گسترش داد با آمدن به افغانستان. حال شما می‌بینید که امروز افغانستان تخته خیز کشورهای غربی به طرف آسیای میانه شده. اونا هیچ وقت نمیتونستن از پاکستان کشورهای آسیای میانه رو یا روسیه تهدید بکنن. اما افغانستان بسیار خوب زود میتونن تهدید بکنن. دلیلش این است که اونا ساحه منافع با آمدن به افغانستان گسترش دادن. اونها از موقعیت افغانستان در سطح منطقه میتونن استفاده بسیار خوب بکنن. و اینجا مسئولیت دولت مردان افغانستان چی است؟ حالا جغرافیای را به نام افغانستان در اختیار خارجی‌ها قرار داد که خارجی‌ها هر کاری کنن متاسفانه که دولت مردای افغانستان ارزش افغانستان با جایگاه افغانستان و موقعیت افغانستان هیچ وقت درک نکردن. همیشه بسیار ارزان فروشی کردن. شما حال خانوز خوب شده، لااقل یک نوعی به عنوان یک کشور مستقل پیمان داریم با بسیاری از کشورهای جهان و ما موافقت نامه داریم به ایالات متحده آمریکا. اما در زمان قبل، یعنی از سال 1380 که نیروهای خارجی به افغانستان آمد، در این زمان خواستن دولت افغانستان هیچ کاره بود. همه چیز به طبق اخلاص گذاشتیم برای خارجی‌ها به خاطر اینکه طالب سقوط کرد. اما هیچ وقت منافع افغانستان و ارزش افغانستان رو متوجه نشدیم. ما میتونستیم خیلی زیادتر از این کمک‌ها جلب بکنیم. ما میتونستیم خیلی زیادتر از این به افغانستان ما به برنامه‌های انکشافی رو انجام بدیم. میتونستیم ما ارتش و پلیس قوی‌تر از حال داشته باشیم. میتونستیم به ثبات بیشتر برسیم. یعنی متأسفانه چون میتونیم بگیم که ضعف مدیریت ضعیف بودیم. بله، چون ضعیف بودیم نتونستیم جایگاه خود را و جایگاه کشور خود را به اون شکل درست احراز بکنیم. نتونستیم که پول‌هایی که به افغانستان وارد می‌شد اونا را از دریچه خود دولت افغانستان به مصرف برسانیم. شما دیدین که دیشب یک از موضوعاتی که از ولایتی که من از اون نمایندگی می‌کنم از هرات مطرح شد، بعد 21 مرکز سیاسی خیالی در ولایت هرات. وقتی ما از مقامات هرات پرسان میکنیم اصلا اونا از این جریان خبر ندارن. این چیزی است که بین خود خارجی ها USAID و مؤسسه اجرا کننده این چیز ساخته شده، پلان ساخته شده، بر روی کاغذ باقی مانده و پول از بین رفته. بنان اگر حکومت افغانستان از ابتدا ارزش خود را میدانست و این خوب میدانست که خارجی ها به خاطر ما به افغانستان نیامدند، به خاطر منافع خود آمدند. منافع ما در کجاست؟ ما امروز وضعیت بسیار بهتر از امروز میداشتیم. بله آقای ابراهیم‌زاده، خطوط اساسی سیاست داخلی و خارجی افغانستان هنوز مشخص نیست. ما تا کنون خطوط بالاخره سیاست خارجی و داخلی تدوین شده نداریم. افغانستان با چنین مشخصه میتواند دوست خوب در برای کشورهای خارجی باشد و میتواند حق خود از کشورهای خارجی بگیره؟ افغانستان اگر مدیریت درستی در سطح رهبری افغانستان وجود داشته باشه، میتواند که دوستی خوبتری از پاکستان که خوبتر مورد اعتماد امریکا قرار بگیره. مگر مدیریتی که در افغانستان هست ضعیف است. در زمان حامد کرزی هم کسی بود که حامد کرزی با امریکایی‌ها داخل افغانستان شدند، با بادیگاردهایش امریکایی‌ها بودند. در آخر علیه امریکایی‌ها موضع‌هایی که داشتند او خلاف پالیسی امریکا بودند، او خلاف منافع امریکا بودند. حکومت جلب توجه امریکا قرار نگرفت، بعدا دوباره پاکستان اختیار گرفت. حالا مشخصا در شرایط کنونی ما سیاست داخلی و خارجی تدوین شده نداریم. از طرف دیگر ما با بسیاری از کشورها پیمان
نظامی و استراتژیک عقد کردیم، از جمله ایالات متحده آمریکا. حالا نقد بر اون پیمان استراتژیک است که پیمان نظامی هم جزء از پیمان استراتژیک میشه. ما میتونیم در شرایط کنونی با توجه به این ضعف مدیریت که شما اشاره کردین منافع افغانستان را بیشتر از این حفظ کنیم؟ با این ضعفی که وجود داره، با این تقسیمات 50-50 که در حکومت افغانستان است، حکومت افغانستان هیچ برنامه، نه برنامه خارجی درست داره، نه پالیسی داخلی درست داره. هر روز شما میبینین وزیر خارجی ما در جبهات جنگ است. به عوضی که به خارجی ها اینا برن بالای خارجی ها فشار بیارن که خارجی ها از نیروهای هوایی کار بگیرن و بتانند دشمنان افغانستان را سرکوب کنند، او میاد از جبهه جنگ دیدن میکنه و کسی که نظامی هست او میره کار وزیر خارجه را پیش میبره. یک نوع پراگندگی در دولت حکومت وحدت ملی وجود داره و اینا مدیریت درست نتانستن. به اول لحاظ است که افغانستان، ما از پیمان چه وقت استفاده میکنیم؟ افغانستان دولت نابود شدن است. افغانستان امروز تمام نقاط افغانستان دشمن تهدید میکنه، در شمال افغانستان، در مرکز افغانستان، در جنوب افغانستان، هر جا جنگ است و هر روز مردم افغانستان قربانی میشه. اقتصاد مردم افغانستان بر هم خورد، مردم افغانستان آواره شد. با سقوط قندوز اعتماد وحدت ملی، حکومت وحدت ملی از بین رفت. چی از این پیمان ما چی استفاده میکنیم؟ استفاده چی بود که خارجی هایی که در قندوز و در بدخشان جابجا شدند، امریکا نمیتونه که با اینا از کجا آمده وارد افغانستان شده؟ در توافقنامه امنیتی چون این مواد وجود دارد که هرگاه مشکل داخلی بر افغانستان پیش شود، ایالات متحده امریکا و دیگر کشورها اون مشکل حل کنند؟ من پیشترم بر شما عرض کردم، در توافقنامه امنیتی سه چیزی که وجود داره، تامین ثبات افغانستان است و هر کشوری که بالای افغانستان تجاوز کنه باید امریکا مدافع باشه و بتانه از حق افغانستان دفاع کنه و افغانستان کمک کنه. امروز پاکستان آشکار بالای افغانستان تعرض کرده و هر روز و انتحاری هایی که می از وزیرستان شمالی داخل افغانستان میشه و آیس آی دخیل است و پیمان امنیتی ما هیچ به نفع افغانستان نیست، هیچ کاری برای مردم افغانستان نتانسته. این ضعف است در پیمان امنیتی. باید کمیسیون ایجاد میشد، کمیسیونی که از دو طرف ایجاد میشد و پیمان امنیتی را تطبیق میکردن. طرف امریکایی ها پیمان خود را به درستی انجام داده، پایگاه ها در اختیارش قرار دارن و هر روز پروازها ادامه دارن، زندانی هایشان در افغانستان زندانی نمیشن و کشورهای همسایه ما را هم هنوز زیر تهدید قرار دادن و ما هیچ گونه بس از این استفاده کرده نتانستیم، صرف روی کاغذ باقی هست. بله آقای زازی، واقعا پیمان در شرایط کنونی، البته پیمان در شرایط کنونی به نفع افغانستان نیست؟ خب یک بخشی از پیمان که متاسفانه بگویم که امو که برای نیروهای امنیتی ما سیروم میته و مانای که سالانه 4.1 میلیارد دلار میته، اونمو یک بخشی شما میتونم بگویم که در شرایط فعلی نیاز به اینمی است که چون ما عواید داخلی نداریم و از دست ازمیان نداریم، خب بحثی دراستر است اگر بکنیم. ما اونمو یک فایده ایره که از پیمان امنیتی داریم، اونمو تعهد مالی از یا با نظامی های ماست و دوم در جنگ قندوز شما دیدین که متاسفانه نیروهای امنیتی ما که در اونجا بودن و همگیشان در یک اشپلاق طالبا تمام ادارات دولتی رو برشان اعلام کرد. پس فکر نمیکنید مشکل اساسی از حکومت و نظام افغانستان است؟ حالا اگر نظام افغانستان مدیریت صحیح میداشت، ضعف مدیریت وجود نمیداشت، همانطور که ایالات متحده امریکا از این پیمان استفاده بیشتر میکنم، ما هم میتونستیم استفاده کنیم یا خیر؟ مطلق مده ای موافق هستم که دولتی های ما و یا حکومتی های ما، سران حکومت ما یا مطلق نتانستن و نمیتونن که از پیمان
و در پالیش از دیگه جامعه جهانی که در افغانستان آمدن و هستن و یا بودن از یا یک استفاده خوبی به نفع افغانستان میکردن. پس مقصر اصلی اینجا کی است؟ مقصر اصلی اول ما باز برتان میگم اونموس یا سونی ماست که پیشتر برتان تعریفشان کردم که تنها به خاطر ازی که به قدرت برسن هر چیزی که اگه وابرش گفتن و یا سر خودش شد قبول کرد مگم خود در قدرت رسان. مقصر اصلی ما اول انمی رهبران حکومت ماست که فعلا ما داریم و مقصر دوم خود امی دوستان استراتژیک ما است که واضح تر بگویم غربی ها است. چون در بعض مسائل ما بیشتر اشارهای داشتم در بعض مسائل امین ها نخواستن که باید ما یک افغانستان داشته باشیم که امروز حداقل ما ضرورت به 4 میلیارد دلار نمی داشتیم. و مسئولیت ما چی بود اینجا؟ مسئولیت ما این بود که باید ما اونا را نمی ماندیم که برای ما این گپا بزنن. پس مشکل در ماست. بله گفتم که مشکل اول در ماست که اونمو پیشتر تشریح کردم در ماهایی که دونو حلقه کار میکنه و به خاطر به قدرت رسیدن هر چیزی که وامی گفتن یا میکردن و فقط میخواستن که در قدرت باقی بانن. ما اشاره داشتم که می حکومت وحدت ملی که حالا آمده اون رو شما میفهمین کی آورده از کدام طریق آمده و کی آمد در بینشان جرگه کرده. این موضوع واضح معلوم است. من فکر میکنم اگر اجازه بتین شما بخش سیوم چیره که بالای حکومت قوانین یا بود اگر وقت داشتین سر ازو بحث کنیم خوب است و جالب تر است. مجروب حالا رئیس جمهور افغانستان متهم به نقض قانون شده. شخص اول کشور زمان که قانون نقض میکند پس میتونه ما شما امید از مردم عادی جامعه داشته باشیم؟ مبنی بر تطبیق قانون؟ متاسفانه قانون شکنی در افغانستان خالد به یک عرف تبدیل شده. از حال نی از 14 سال گذشته ما شاهد بسیاری مواردی هستیم که قانون شکنی بوده با خصوص از مقامات عالی رتبه یا رئیس جمهور مملکت. حالا هم بر همون منوال ادامه داره. خب شک نیست که بسیاری از فرامین شما امروز دیدیم یک از فرامین ریاست جمهوری اطراف پارلمان لغو شد. چرا لغو شد؟ به خاطر اینکه با قانون اساسی افغانستان در تضاد. مگر کسانی که قبل اون فرمان صادر میکنن اونا آگاهی از قوانین نافذه کشور ندارن؟ متاسفانه که در افغانستان کمتر کسی به خصوص در حکومت قوانین اساسی قوانین افغانستان به خصوص قانون اساسی که مادر قوانین افغانستان هست رو مطالعه میکنه. اگر مطالعه دقیق می بود مشاورین حقوقی به شکل درست مشوره میداد و کسایی که فرامین ترتیب میکنن رو با قانون اساسی افغانستان مطابقت میدادن طبیعتا ما امروز شاهد از این نبودیم که فرمان رئیس جمهور هر روز پارلمان بیاد و پارلمان افغانستان او رو ملغا قرار بده. ای در واقع به عنوان یک سریال ادامه داره. در گذشته هم چنین بوده. همین حال هم بسیاری مواقع ما میبینیم که به چنین مشکلات ما بر میخوریم و در آینده هم چنین خواهد بود و این به خیر افغانستان هم نیست. یک از کارها و یک از راههایی که افغانستان بی‌ثبات ساخته متاسفانه همین است. وقتی هر چی بگندد نمکش میزنند وای بدان روز که بگندد نمک. وقتی خود مرجع اصلی تطبیق قانون متهم شود و قانون شکنی دیگه ما از اون مدیر یک بخش یا مثلا او یک کسی که در یک اداره کار میکنه هیچگاه این توقع را نباید داشته باشیم که این قانون شکنی قصدی صورت میگیرد یا ناگهانه؟ خب در بعضی از موارد قصدی هم صورت میگیره. به طور مثال ما هنوز تکمیل نیستیم. 1.5 سال از عمر حکومت وحدت ملی اگر از انتخابات ما ببینیم چی دیگه هم تقریبا به 2 سال میخواییم نزدیک شویم که ما تا حال کابینه خود تکمیل کرده نتانستیم. این خودش میرسانه که قصدی است. چند ماه از عمر حکومت وحدت ملی گذشت تا تانستیم کامینه تکمیل بکنیم. امروز سفرهای معنیزه سرپرست هست، اولی ها سرپرست هست، در بس از جاها قماندان ها و رئیس های ادارات سرپرست هست. نمی خود از سرپرستی نظر به قانون سرپرستی که از جانب پارلمان افغانستان به تصویب رسیده اینمی خودش نوعی از قانون شکنی آشکار هست که من فکر میکنم تشکر. فرصت تمام است برای آقای
ابراهیم زاده، فکر میکنید قانون چه زمانه در افغانستان، در جغرافیای به نام افغانستان، به صورت درست بالای همه یکسان تطبیق خواهد شد؟ تا زمانی که کسایی که فعلا سیاسون افغانستان هستند، تا وقتی که اینا هستند قانون در افغانستان درست پیاده نمیشه. 10 سال بعد، 20 سال بعد کسایی که تحصیل کردن قانون افغانستان میفهمن، اونا میتونن که افغانستان قانون یکسان تطبیق کنن. پس آیا امروز... کسانی که امروز حکومت ایجاد کردن و در نظام اینا همگیش قانون شکن هستن، اینا کسایی هستن که قانون صرف بالای مردم بیچاره افغانستان تطبیق میکنه. این قانونی که هست، این قانون اساسی افغانستان، آیا فساد هست؟ فساد امروز به اوج خود رسیده. سازمانی هایی که در محاکم، در قضا وجود داره، ظلمی که وجود داره، اینا قانون درست تطبیق میکنن؟ قانونی هست که سرکای افغانستان بند شوه؟ کجا هست قانون؟ کجا هست قانون افغانستان که یک مشاوری پرسونی که با 2 لک افغانی ماش میگیره، یک گردوی ملی که شب رو زحمت میکشه با 10,000 یا 15,000؟ قانون در افغانستان وجود نداره. حکومت در انحصار مگر جزء از وظایف شما تصویب قوانین نیست؟ ما قانون تثبیت کردیم، تطبیق کننده کسای دیگری هست. حالا قانون وجود داره تطبیق نمیشود، یا یعنی اینکه قانون وجود نداره تطبیق هم نمیشه؟ قانون درست جور میشه، از طرف پارلمان قرار میگیرن، مگر تطبیق کننده کسایی که هستن، در رأس قدرت افغانستان هستن، اونا از قانون سوء استفاده میکنن. اونا هستن که قانون به درستی تطبیق نمیکنن. امروز شما میبینین کابینه افغانستان، حکومت افغانستان فقط به 2 شخص وابسته نیست. تمام مردم افغانستان حق داره. کسایی که اهل کار هستن اونا در خانه نشسته، کسایی که با اینا کمپین کردن و با اینا شریک بودن و اینا 1000 قانون شکنی در افغانستان کردن و امروز اینا ظلم از اینا هنوز هم ادامه داره. بله آقای زازای بفرمایید. بسیار کوتاه فرصت من فقط در مورد قوانین میگم که اگر باید داشته باش مردم افغانستان بشنوین که رئیس جمهور شما و رئیس اجرایی شما اگر پیشش رفته باشین در وقت کمپاین قانون اساسی در پاریش ماندگی می بود، قلم هم در بینش می بود، خودنمایی میکرد و میگفت که هیچ چیز نمیخوام، یعنی قانون تطبیق میکنم. مال برتان میگم چی تطبیق نکرده. قانون دیپلماتیک، قانون دیپلماتیک توشیح شده، رئیس جمهور از سفرا را از بیرون میاره، هر کسی که بدل شد 50-50 بکنه میاره سفیر میسازه. قانون سرپرستی وزیر دفاعتان سرپرست است. قانون ثبت احوال نفوس، کلمه افغان خود رئیس جمهور از پیشش پشیمان شد، گفت که مسائل سیاسی سی را یاد نکو. قانون خشونت علیه زنان که خلاف بعض موادش خلاف دین اسلام است. فرمان تقنینی قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های انتخابات کلمه خواهند کمیسیون انتخابات هم 50-50 بکنن. در پولی ازی 4 یا 5 فرامینی که دیمی چند روز آخره که بیشتر جناب باکی صحبات کرد، یارا ما همه گی شرعت کردیم. فلحاد شما بفهمین که او قانون اساسی را که اردوشان در پالی خود مانده بود و برتان قسم میکرد که ما این را تطبیق میکنم، یکیشم تطبیق نمیکنم، رایتان دیپلماسی میکرد و هیچ در قصه ملت و قوانین افغانستان نیست. آقای مجروب، واقعا قانون اساسی در طاق بالا گذاشته شده؟ معلوم است در افغانستان اگر قانون اساسی به طاق بالا گذاشته نمیشد، وضعیت مردم افغانستان به این سرحد نمیرسید. همین چیزی که متاسفانه افغانستان را برد به طرف بحران، مسئله عدم تطبیق قانون اساسی افغانستان بود، عدم سیستم مجازات و مکافات در حکومت افغانستان بود که امروز ما میبینیم که جامعه افغانستان به کجا میکشه. آقای ابراهیم زاده، آیا قانون تنها و تنها توسط حکومت نقض میشه، توسط قوی قضایی هم یا بالاخره قوی مقننه هم نقض میشه؟ نه، قانون توسط کل افراد، یعنی در کل توسط دولت افغانستان، توسط کسایی که زورمند هستند قانون نقض میشن. حکومت افغانستان در پهلوش پارلمان افغانستان، سنای افغانستان و قضای افغانستان که خود تطبیق کننده قانون است، سارنوالی هایی که اونا قانون تطبیق میکنن، توسط اونا و زورمندا و طالبا خود قانون اساسی افغانستان قبول دارد. تشکر آقای ابراهیم‌زاده، آقای مجرو و آقای وطن دوست از حضورتان در بحث ما. بیننده های عزیز، تشکر شما هم. تا برنامه بعد شما را به لای بی‌نیاز می‌سپارم.